یکی از متدینین و مذهبی ها دعبل ابن علی الخزائی شاعر دربار مولانا ابوالحسن رضا صلوات الله علیه یه قصیده خیلی خوشگل و عالی گفته بود که مطلعش مدارس آیات. وقتی قصیدشو خیلی عالی سرود، آمد محضر مقدس علی ابن موسی در مرو در خراسان، اونجا قصیدشو خوند که به زیبایی قصیده مدارس آیات دعبل ابن علی الخزائی در میان این اشعاری که برای اهل بیت گفتن بی نظیر است و کسی اینجور نسروده است. وقتی برای امام رضا گفت اینقدر قشنگ گفته بود که امام رضا تحسینش کرد، آفرین. حضرت یک کلمه بهش گفت، فرمود آقای دعبل ابن علی الخزائی قصیده رو خیلی عالی گفتی، در شأن ما هم گفتی، بارکلا، یه کلمه بهت میگم تا من اجازت ندادم برای کسی نخونی یا؟ گفت چشم آقا. اتفاقا خبر بردن برای عبدالله مأمون لعنت الله علیه. مأمون آقا یه مرد خیلی ملایی بوده، اصلا عالم بنی العباسش میگن. این آقای عبدالله مأمون تا شنید آقای دعبل ابن علی الخزائی یه قصیده عالی گفته در شأن اهل بیت و اینا، فرستاد دنبالش، گفت آقای دعبل بیا اینجا. اینم دعبل اومد گفت شنیدم یه قصیده خیلی خوبی گفتی. گفت بله. گفت بخون اینم. گفت نمیخونم. گفت من بهت میگم بخون. گفت بنده نمیخونم. گفت چرا نمیخونی؟ گفت آقای من امام رضا، او اگه به من بگه بخون میخونم، بگه نه نه و به من اجازه خوندن نداده، گفته نخون. مأمونی برای اونایی که حقوق ازت میگیرن، برای من یه غاز نمیارزی، من آقام امام رضا. خیلی ناراحت شد، حالا رو قوزم افتیده که حتما این قصیده رو بشنوه. فرستاد دنبال سامن الحجج علیه آلا و تحییت و سنا، آقا رو آوردن. گفت پسر عمم علی ابن موسی، شدم دعبل یه قصیده‌ای گفته، شما تحسینش کردید، آفرینش گفتید، معلوم میشه قصیده قصیده ارزنده‌ایه. منم میدونید علم دوست و فضل دوست و ادب دوستم، دلم میخواد این قصیده رو بشنوم. هر کارش کردم نخونده، گفته آقا اجازه ندادن. حضرت فرمود آره من بهش گفتم برای کسی نخون تا من اجازت بدم. گفت حالا خواهش میکنم اجازهش بدید بخونه. آقا فرمود دعبل بخوان. گفت سمعا و طاعه سیدی و مولای، شما رو به خدا این شیعه برای امام جلو به چشم مأمون چند میارزه؟ تو صندوق خونه خونش نمیره بگه من امام رضاییم، جلو به عبدالله مأمون میگه من امام رضاییم. امر او برام امر، نهی جم نهی، برای تو هم یه پشید قائل نیست. سامن الحجج فرمود بخون. گفت سمعا و طاعه، بنا کرد خوندن. عبدالله مأمون دید انصافا قصیده قصیده ارزنده است، خیلی عالی. گفت خزینه دار؟ گفت بله قربان. گفت 50,000 درهم بیارینم. 50,000 درهم آورد ریخ جلو دعبل. گفت ما که میخواستیم بیش از اینا بدیم با آقای دعبل، اما چون اول من بهش گفتم بخون نخون، همین اندازه بسشه. با اینکه دروغ میگه ها، این 50,000 درهم هم زورکی داده ها، حتی اهل یه حرفا نبود. گفت اگر اول من گفته بودم به خونه خونده بود چه میکردیم؟ علی ابن موسام تا این صحنه رو دید به غلامش گفت، گفت بله آقا. فرمود برو خونه 50,000 درهم برد بیار با چند تکه پارچه. 50,000 درهم برداشت آورد با چند تکه پارچه، علی ابن موسی داد به دعبل ابن علی الخزائی. گفت آقای دعبل 50,000 درهم مأمون به داد، این 50,000 درهم اینم چند قطعه پارچه، اما قدر این پارچه ها رو بدون به کارت میادا. اگر بنا شد تو آب روی منو حفظ کنی، جلو عبدالله مأمون منو بخری، منم باید فهمشو داشته باشم با تو چه کار کنم. این 50,000 درهم اینم چند قطعه پارچه و لباس بگیر، اما قدر این پارچه ها رو بدونی. یا گوچه میدونی چه کار کرد؟ آقای دعبل ابن علی الخزائی از اونجا اومد بیرون. شیعه های قوم
خبردار شدن که آقای دعبل ابن علی الخزائی یک قصیده عالی گفته، امام رضا پسندیده، جایزه بهش داده، مأمونم همچی کرده، ریختن دور دعبل، تو رو خدا بخون، بنا کرد خوندن. اینقدر درهم و دینار ریختن روش، نزدیک بود زیر این پولا گم شه دعبل. دعبل باربونش رو جمع کرد رفت. اینا رفتن دو سه فرسخی سر راهش رو گرفتن، پارچه ها رو به زور ازش گرفتن اومد. علاقه داره اما علاقهش رو مرز و حساب نیست. اینا رفتن پارچه ها مال امام رضا، برای تیمون و تبرک هم مخوای، اما باید بری سر راه دهبل رو بگیری، به زورش بگیری. آخه یکی درست نگه گرفت و دهبل برگشت طرف شهر. اومد چهار تا بزرگترهای اینا رو دید که این جووناتون هم چی کردن. پیرمردا دهبل رو نشوندنش، گفتن آقای دهبل جوونای داش ما بد کردن، اومدن سر را تو رو گرفتن و به زور پارچه ها رو گرفتن، اما تو هم بد کردی. گفت من چه بدی کردم؟ مالم بوده. گفتن راسته، پارچه تو دنیا خیلیه، اما اینا روی یه عواطف دینی آمدن جلو به تو اعتنا کردن و احترام گذاشتن. گفتن چون پارچه از دست امام رضا در اومده، هرچی هم مخوای بهت میدیم یه تکشو بده به ما، تو چرا اینقدر سختگیری کردی؟ تو هم بد کردی. گفت راست میگی، حالا چیکار کنم؟ گفتن حالا ما این جووناونو میخوایم توپ و تشرم بالا اینا میریم، بد کردید و خلاف کردید هم میگیم، از اون طرف هم وسط کارو میگیریم، میگیم آقای دهبل شما لطف کنید خودتون یه مقدار از این پارچه ها رو به اینا بدید، هرچم بگید بهتون میدن برین. گفت بسیار. یه مقداری از اون پارچه ها رو دادن به اینا و اونا هم پولی بهش دادن و آقای دهبل باربونه رو برداشت، راش کشید رفت و یکی از منزلایی که تو راه میمدن قطاع و طریق و دزدا ریختن به جون یه قافله، هر چه قافله داشت همه رو بردن و همه اموال دهبل رو. دهبل میگه خب ما هم دیگه تسلیم، تا طریق اومدن سر راه. گفت یه وقت تو تاریکی ها داشتم قدم می زدم، دیدم رئیس دزدان نشسته بالای یه بلندی داره قصیده خود منو می خونه، شعرهایی که من گفتم. رفتم جلو گفتم آقا این شعرها می دونید مال کیه؟ گفت بله. گفتم مال کیه؟ گفت مال آقای دعبل ابن علی الخزائی، شاعر دربار آقا و ابوالحسن رضا. گفتم شما دهبل رو میشناسیدش؟ گفت نه، اما خیلی دوستش دارم. گفتم او دهبل منم. گفت دروغ میگی؟ گفتم برو بپرس از مردم غافله. پرسید، گفتن راست. رئیس دزدا بلند شد گفت آی دزدا. گفتن بله. گفت تمام اموال مردم ای غافله را بهشون پس بدید به احترام شاعر امام رضا. ای زنده باد دزدای اون وقت. دوزدشون هم مرد بود حضرت عباسی، جدا عجیب بوده. خدا شاهده گاهی یه کارای همو بداشون میکردن که همو کارا راه آشتی بود و آخر عمری عاقبت به خیر میشدن و میمردن. مثل قصه او شراب خوره و عرق خوره، عرق میخوره شرابم میخوره، اما شب اول محرم امام حسین که میشد میگه ای دهه عاشورا دیگه ما نیستیم رفیقا، من که دیگه نیستم. خدا شاهده همین احترام به امام حسین و همین دهه عاشوراشو همین ماه رمضون به ساعتشو کنار گذاشتن و آخر کاری خدا دستشو میگیره، میگه توبه کن از کاراتو بیا بالا، تو گناه نرید، وقتی هم رفتید راه آشتی بگذارید، اینجوری نرید. آقای دهبل ابن علی الخزائی همه اموال غافله به احترامش پس داده شد. حرکت کردن رفتن، دهبل رسید به شهرش، یک جاریه و کنیز داشت، خیلی علاقه بهش داشت. در این مدتی که دهبل رفته بود چشماش رمد آورده بود و نابینا شده بود و دهبل وقتی رسید خیلی غصه شد.
یک دفعه یادش اومد از اون پارچه هایی که امام رضا بهش داده، فرموده اینا رو نگه دار یه وقتی کارت میاد. آیون یه تکه از اون پارچه ها رو برداشت، به چشم ای کلفتش بست. دعبلا خدا شاهد تاریخ نوشته شب ای کنیزه خوابید، صبح وقتی بلند شد به برکات علی ابن موسی چشماش خوب شد. اعتقاد قوغا میکنه. سابقه بر این یک کسی مریض داشت تو خونش، می اومد دنبال یکی از این مرثیه خونه های سیدالشهدا، از این روضه خونه می بردش خونه، می گفت بالا سر این مریضم یه روضه امام حسین بود، یک روضه ابی عبدالله می خوند، این پیشونیش خورده عرق می کرد، یه دستمال تمیز می آورد، این عرق پیشونی نوکر سیدالشهدا رو پاک می کرد، این دستمال رو می بست به سر مریضش، این خوب می شود. این کسی نیست، اعتقاد او خیلی قیمت داره، ایمان او به امام حسین و تشکیلاتش خیلی ارزنده. متاسفانه این اعتقاداتو دارن از بین میبرن، با دستهای مرموز خائن یک مشت دارن این اعتقاداتو از میان شیعه ها میبرن. الهی به حقیقت امام حسین هر دست خائن به اهل بیتی از تو هر آستینی در آمده و میخواد عقاید صاف و پاک مردم را از تشکیلات محمد و آل جدا کنه، خدایا اونو از رحمت خود دورش کن و بیچاره و بدبختش کن. بله اینجوری.